با سلام خدمت همه دوستان عزیز، با یک آموزش جدید در خدمتتون هستیم. موضوع آموزشمون هست پیشبینی ساختار سه‌بعدی پروتئین ها. فرض کنید یک پروتئینی هست که ما توانیش رو در آوردیم، حالا میخوام بریم که این پروتئین ساختار سه‌بعدیش به چه صورتی هست. چند تا مثلا ساختار آلفا هلیکس داره، چند تا ساختار بتا داره، ترمش به چه صورتی هست، مثلا ساختار سه‌بعدیش به چه صورتی هست. برای این کار آسان ترین روش این هست که ما بیام بگردیم بین پروتئین هایی که ساختارشون تعیین شده، ببینیم که کدوم پروتئین ساختارش یعنی توالیش با توالی پروتئین ما تشابه داره. اگر بتونیم یک پروتئینی رو پیدا کنیم که توالی اون با پروتئین ما تشابه بالایی داره، میتونیم از این پروتئین به عنوان یک الگو استفاده کنیم و به صورت بیوانفورماتیکی ساختار پروتئینمون رو تعیین کنیم. من الان اینجا یک توالی پروتئین دارم که میخوام ببینم که ساختار سه‌بعدی اون به چه صورت هست. اولین کار این هست که وارد سایت NCBI میشیم تا با استفاده از نرم افزار بلاست جستجو کنیم بین ساختار سایر پروتئین ها. اینه، من داخل گوگل NCBI سرچ کردم و این لینک که برامون آورده لینک سایت NCBI هست. وقتی که وارد سایت NCBI شدیم روی گزینه بلاست کلیک میکنیم تا وارد این نرم افزار بشیم. در صفحه بلاست چون که ما توالی اون پروتئین هست و میخوایم اونو با توالی سایر پروتئین ها بلاست کنیم و توالی های مشابه رو پیدا کنیم، روی این گزینه پروتئین بلاست کلیک میکنیم. در واقع توالی پروتئین رو با توالی پروتئین مقایسه میکنه. توالی پروتئینمون رو کپی میکنیم و در این کادر واردش میکنیم. در قسمت دیتابیس گزینه‌های مختلفی هست که ما گزینه PDB رو انتخاب میکنیم. برای اینکه میگیم که این توالی که بهت دادیم برو در بین پروتئین‌های جستجو کن که ساختار سه‌بعدیشون مشخص شده، بین هر پروتئین جستجو نکن. به خاطر این PDB رو انتخاب میکنیم. میان پایین‌تر به سایر تنظیمات کاری نداریم، همین گزینه اول باشه، بلاست پی باشه که توالی پروتئین رو با توالی پروتئین ها مورد مقایسه قرار بده و در آخر روی گزینه بلاست کلیک میکنه. این صفحه نتایج بلاست هستش که به صورت شماتیک نتایج بلاست رو نشون میده. این بالا توالیه که ما بهش دادیم که چیزی حدود 400 مثلا 20 اسید آمینه بوده. این رنگ هایی هم که اینجا مشاهده میکنید توالی هایی هست که نرم افزار بلاست ما پیشنهاد داده که این توالی ها مشابه اون توالی هست که ما وارد کردیم. اگر بیان پایین تر میتونیم پیشنهاد های توالی هایی که نرم افزار پیشنهاد داده رو ببینیم. اولین گزینمون این قسمت هست، یه اسکور داده که هر چقدر اسکور بالاتر باشه اون هم ردیفی بین دو تا ردیف ها بهتر انجام میشه. یکی گفته که 100% توالی که ما بهش دادیم با توالی این پروتئینی که شناسایی کرده، توالی که به اون پیشنهاد داده همپوشان هستن و 96% تشابه دارن. هر چقدر در میزان تشابه و میزان همپوشانی بین توالی که ما بهش دادیم با توالی که بلاست بهمون پیشنهاد داده بیشتر باشه، اون ساختار سه‌بعدی که بعداً ما پیش بینی می‌کنیم دقیق‌تر هستش. خب در اینجا من همین گزینه اول رو انتخاب می‌کنم چون هم کاورج 100% هست و هم میزان شباهتش 96% هست که شباهت بسیار بالایی هست. ممکنه که شما این مقدار از شباهت و همپوشانی رو نبینید، ولی خب می‌تونید که بهترین گزینه رو انتخاب کنید. گزینه‌ای باشه که هم بالاترین شباهت رو داره و بالاترین میزان همپوشانی رو داره. بعد اینکه گزینه مناسب رو انتخاب کردید روی این قسمت که اکسشن هست کلیک میکنید تا به صفحه اون پروتئینی که مفصول بلاستی اون پیشنهاد داده وارد بشه. خب این پروتئینی که بلاستی اون پیشنهاد داده اسمش جسک تیربتا هستش. جسک چلک اسید آمینه داره. بریم متعلق به چه گونه ای هستش که اینجاست گونه شد. متعلق به هموه، حالا چه نوعیش نمیدونم. و هموسپین.
اینکه این ساختار سه‌بعدی با استفاده از ایکس ری به دست اومده. حالا این پروتئینی که ما واردش شدیم در این قسمت یک عکسی داره که ساختار سه‌بعدی پروتئین رو نشون میده. اگر این عکس رو باز کنیم، این عکس کلیک کنیم تا باز بشه، الان ما به قسمت استراکچر وارد شدیم که مربوط به ساختار سه‌بعدی پروتئین هاست. در این قسمت گفته که سه تا من ساختار دارن که با ایکس ری بررسی شده، دیدی مشکل نداره. میایم پایین‌تر ببینیم که سه تا ساختار واسمون پیشنهاد داده برای همون پروتئین. اولین ساختارمون شامل دو تا پروتئین میشه که اینجا هم قابل مشاهده است که از زنجیرها با رنگ آبیه، یکی از زنجیرها با رنگ صورتی نمایش داده شده. این ساختارهایی که شامل دو تا زنجیره میشه زیاد برای پیش بینی ساختارها مناسب نیستن. میام پایین‌تر، ساختار پایینی شامل یک پروتئین میشه. این گزینه مناسبی هست که ما انتخابش کنیم برای پیش بینی ساختار پروتئینمون. سومی هم شامل دو تا پروتئین میشه، این هم مناسب نیست. پس روی همین گزینه دوم کلیک میکنیم که شامل فقط یک زنجیره پروتئینی هست. بعد از اینکه وارد این صفحه شدیم، باید اون ساختار سه‌بعدی پروتئین رو دانلود کنیم. از این گزینه میتونیم بیان پایین‌تر، اینجا میتونیم ساختار سه‌بعدی که به لسپ بهمون پیشنهاد داده را مشاهده کنیم. این ساختار شبیه ساختار پروتئین خودمون هست، شبیهش هست، خودش نیست دقیقاً. واسه اینکه بتونیم بر اساس این ساختار ساختار پروتئین خودمون رو پیش بینی کنیم، نیاز هست که ما این ساختار رو دانلود کنیم. در قسمت بالاتر یک گزینه‌ای داره به اینجا به اسم دانلود. این اول اینکه این ساختاری که اینجا هست یک اکسشن نامبر داره به اسم 4PTG که در واقع PDB IDش هست. این فایلی که ما می‌خوام دانلود کنیم یک فایل PDB هست، به خاطر همین بهش یک PDB ID داده که PDB IDش 4PTG هست. ما این ساختار سه‌بعدی رو دانلود می‌کنیم و به عنوان یک الگو برای پیش بینی ساختار سه‌بعدی پروتئین رو ازش استفاده می‌کنیم. خب که فایلمون دانلود شد. الان فایلی که دانلود شده رو من اینجا دارم. اینم که فایل توالیمون هست. با استفاده از این دوتا میام که ساختار سه‌بعدی پروتئینمون رو پیش بینی می‌کنیم. برای این کار باید وارد سایت سوئیس مدل بشیم. داخل گوگل میتونید این سایت رو سرچ کنید، سایت سوئیس پروتئین مدل. اینجا روی اولین لینکی که آورده سوئیس مدل هوم پیج، روی این کلیک میکنیم تا این سایت واسه ما باز بشه. این سایت که برامون باز شد، این سایت برای پیشبینی ساختار سه‌بعدی پروتئین هاست. چند روش مختلف داره که در زبانه مدلینگ روش های مختلف رو میتونید مشاهده کنید. اون روش که ما بعدش استفاده کنیم روش یوزر تمپلیت مود هست. چون که ما یک ساختار به عنوان الگو میدیم بهش، بعد میگیم بر اساس این الگویی که ما بهت میدیم بیا این ساختار سه‌بعدی پروتئین ما را پیشبینی کن. به این گزینه کلیک میکنیم، کادر بالایش مخصوص وارد کردن توالی پروتئینمون هست. همون توالی که ازش به عنوان بلاست وارد استفاده کرده ما همینجا وارد میکنیم. در مرحله بعد باید فایل الگو رو بهش بدیم. فایل الگو همون فایلی هست که از سایت PDB دانلود کردیم. روی این قسمت Add Template File کلیک میکنیم تا این پنجره باز بشه و فایل PDBمون رو که از سایت دانلود کردیم بهش وارد میکنیم و روی OK کلیک میکنیم. نرم افزار شروع میکنه فایل رو آپلود میکنه. حالا ممکنه بستگی به سرعت اینترنت رو یک مقدار طول بکشه. میتونه در این قسمت برای این کار اسم انتخاب کنید. مثلا من اسمش رو وارد میکنم، اسمش رو میذارم پروتئین 3D. میتونید یک ایمیل هم بدید که وقتی که این کار تمام شد بهتون ایمیل بدن، بگن که مثلا این ساختار سه‌بعدیتون آماده است. خب الان این فایلمون آپلود شد، این کادر سبزرنگ اینجا
نشون میده که گفته که تمپلیتمون آپلود شده. بعد از اینکه توالی در این کادر وارد کردیم و فایل الگو رو آپلود کردیم، روی قسمت بیلد مدل کلیک میکنیم تا برای این توالی که وارد کردیم بر اساس این مدل بیاد ساختار سه بعدی پروتئینش رو پیش بینی کنه. خب وقتی که وارد این صفحه شدیم، کار پیشبینی ساختار مدل آغاز شده. اول میاد الگوها رو شناسایی میکنه و بعد میاد برای ما مدل ها رو برای ساختار سه بعدی پروتئینمون ارائه میده، که این کار ممکنه هر چیزی در حدود مثلا نیم ساعت یک ساعت بستگی داره به طول پروتئینی که وارد کردیم، ممکنه طول بکشه. خب بعد از اینکه نقشه کار آنالیزش رو به اتمام رسوند، این صفحه رو بهمون نمایش میده که در اینجا میتونیم ساختار سه بعدی پروتئینی که واسمون پیش بینی کرده رو مشاهده کنیم. این ساختار رو بر اساس اون الگویی که ما بهش دادیم مثلا پیش بینی کرده، میتونیم با موس اینو بچرخونیم و در یک زاویه مناسب اینو قرار بدیم. به نظر من الان اینجا زاویه مناسبی باید باشه، چون که اینجا میشه ساختارهای آلفا رو مشاهده کرد و اینجا میشه ساختارهای بتا رو مشاهده کرد. در قسمت پایین هم یک سری گزینه‌هایی داره واسه نمایش پروتئین، که مثلا اگر که من این گزینه رو انتخاب کنم، پروتئینمون رو به این صورت نشون میده، به صورت سه بعدی نشون میده. گزینه های مختلفی هست، مثلا میتونید لاین رو انتخاب کنید تا به این صورت نمایش بده پروتئینتون رو. من خودم همون گزینه کارتون، گزینه اول دیفالت هست رو انتخاب کنم، چون که هم میتونم ساختارهای ثانویه رو به خوبی مشاهده کنم. یک سری آپشن هم این پایین هست، به صورت چرخ دنده هست. من اگر این رو انتخاب کنم، میتونم بگم که بر اساس اسید آمینه های باردار واسه من نشون بده این ساختار رو. انتخاب میکنم اینجا، به این مقدار رو زوم کنم با استفاده از موس. الان بعضی ها را قرمز نشون میده که نشون دهنده اسید آمینه های باردار هست، بعضی ها را اسید آمینه های دارای بار مثبت هست، بعضی ها را به صورت آبی نشون میده که نشون دهنده اسید آمینه های دارای بار منفی هستن. یا میتونم بگم که فقط اسید آمینه های سرین و ترولین را واسه من به صورت رنگی نشون بده، یا پرولین را واسه من به صورت رنگی نشون بده، یا اسید آمینه هایی که به صورت قطبی هستن را برای من به صورت رنگی نشون میده. همین گزینه‌ها رو که در اینجا انتخاب می‌کنید، اسید آمینه‌های متناظرش هم اینجا به صورت رنگی نمایش داده میشه. مثلا اگر که من بگم که اسید آمینه‌های باردار را نمایش بده، اینجا دی را به عنوان اسید آمینه‌ای که فاسفاتیک اسید هست نشون میده و کی را به عنوان لیزین نشون میده. لیزین داره بار مثبت هست و دی داره بار منفی هست. پس اینجا باید که اونهایی که آبی هستن داره بار مثبت هستن و اونهایی که قرمز هستن داره بار منفی باید باشن. و برای اینکه بخواید این توالی رو دانلود کنید، اینجا یک گزینه داره. اگر که روی این گزینه کلیک کنید، این ساختار سه بعدیه که پیش بینی شده رو میتونید دانلود کنید. به صورت یک فایل زیپ هست. اگر فایل زیپ رو باز کنید، داره دو گزینه هست، که مدل هست، کیمیش هست. داخل مدل اون میتونید که اینجا نوشته یک، چون که ما یک دونه مدل بیشتر نداشتیم. اگر که دو تا مدل داشتیم میدونید برای دو تا فولدر میذاشت. حالا من یک فولدر یک رو باز کنم، اینجا یه عکسی هست که میتونید باز کنید. اینجا ساختار سه بعدی پروتئینمون هست، ساختارهای ثانویه‌اش رو میتونید مشاهده کنید. یک فایل پی دی بی هم بهمون داده، که این فایل پی دی بی هم ساختار سه بعدی پروتئینمون هست. اینا با نرم افزارهایی که مربوط مشاهده فایل های پی دی بی است میتونید باز کنید و مشاهده کنید. خیلی ممنون از توجهتون. موفق باشید.